من فکر میکنم که در کنار فشارهایی که حالا به هر شکلی شاید به نظر ما کافی نباشه دارن انجام میدن، مسئله حمایت از ایرانیان و صدای ایرانیان داخل ایران که توسط نمادهایی میتونند از این حمایت استفاده بکنن رو ما شاهد خواهیم بود در پارلمان‌های اروپا، در سطوح مختلف، نشستهایی که شما بهش اشاره کردید، نشست مونیخ، نشست داووس و نشستهای دیگه که من فکر میکنم در سطح پارلمان‌ها، سنای ایتالیا، در عمل نشون بده که اروپا به مردم ایران که از مردم و از حقوق بشر و آزادی‌های و ارزش‌های دموکراتیک حمایت میکنه، ولی خب به هر حال هنوز از نگاه راهبردی اون تصمیم اصلی رو نگرفته و این آینده‌ای که به نظر من به سمت ریل‌گذاری فشارهای بیشتر در حال حرکت است.